حاجی هوش مصنوعی دیگه خیلی خطرناک شده و از طرفی هم خیلی باحال شده. یعنی مثلا خواننده داریم آهنگ نمیده، میگیم آهنگ نمیدی، خودمون میسازیم با صدای تو، حق اعتراضم نداری. الان آهنگ جدید شادمهر اومده، بریم بشنویم کیفش کنیم. اسم ترک ببخشیده بعد با هوش مصنوعی پردازش شده. حالا پیجی که این آهنگ رو ساخته رو من توی دیسکریپشن میذارم، ولی حالا بریم بشنویم. دیدم که یه ترک دیگه هم ازش ساخته، ولی اینو اول بشنویم که اگر لازم شد اونم میریم به خدمتش میرسیم. و قبل از اینکه خود آهنگو بشنویم، فقط این قابای خوشگل میبینید اینجا، میتونید برید توی چنل تلگرام راوی خوشدلترش رو ببینید از نزدیک. و اگه دوست داشتین با صدای خواننده‌ای که دوست دارین آهنگ خواننده‌ای که دوست دارین انتخاب بکنید، و یا با کاور خودش یا عکسی که خودتون دوست دارین به صورت قاب شیشه‌ای بهتون تحویل داده میشه. خیلی شیک، هدیه قشنگی، یادگاری موندگاری هم هست. برو برید. نمیری؟ ستون برو بیرون اینجا، از اینجا مشاهده کنیم ترکیبی از موزیک ویدئوهای قبلیش هم هستش. تو که میشناسی من ساده احساسی رو، من بی سیاست از آدم ها آسی رو، من که قلبم کف دست. انگار که مثلا شبیه اون ویدیوهای لایوی که توی اینستاگرامش گذاشته بود، شبیه اون صدا، یعنی صدا مثلا میکس و مستر تور نشده، میکس و مستر نشده. همه بزار به زندگی برگردم، میدونم به هر دو موندم به خودم بد کردم، ببخشی اگه بارون زد و پیشت نبودم، اگه برف اومد آتیشت نبودم، اگه لایقا خوشت نبودم، ببخشید اگه هم نفس آهت نبودم، اگه آدم دلخواهت نبودم. خیلی قشنگه، چرا شادمهر اینو خودش نمیخونه؟ یعنی نمیدونم ترانش هست که من نگاهم کردم چیزی در نیافتم، ولی خیلی خفنه. خوش خود شادمهر بیاد اینو بخونه. شاهین راستین ملودی و ترانش رو گفته، خیلی خفنه. یعنی حتی مثلا کسایی که کار ترانه و ملودی میکنن و واگذار میکنن میتونن با این تکنیک رو صدای خواننده های مختلف بزن که ببینم مثلا این ترانه ملودی به صدای کی بیشتر میاد. پشمام، تکنولوژی یعنی تا کجا داره پیش میره؟ تازه مثلا ما تو ایرانی نصفش رو نمیتونیم، از نصف دنیا عقبیم. اگه آدم دلخواهت نبودم، اگه همیشه من را اومدیم همراهت نبودم، خفنه خیلی. من که میدونی یه وقتا تلخم، اما تو دلم چیزی نیست، فقط این روزای کم کلافم و کم حاصلم چیزی نیست، ببخشید اگه بارون زد و پیشت نبودم، اگه برف اومد آتیشت نبودم، اگه لایق آغوشت نبودم، ببخشید اگه هم نفس آهت نبودم،
اگه آدم دلخواهت نبودم، اگه همیشه بام راه اومدی و همراهت نبودم. خیلی خفن بود. خدایی خفن بود نبود؟ خدایی بیام این ور، خدایی خفن نبود؟ یعنی قشنگ ما دلمون لک زده برای شنیدن آهنگای این شکلی از شادمهر. و فکر کن ببین مثلا کسی که اینو ساخته عماد، اینقدر نسخ این چنین آهنگایی بوده که دیگه مثلا دیده آبی از شادمهر گرم نمیشه، خودش دست به کار شده رفته. خیلی باحال بود، واقعا دوستش داشتم، عجیب غریب. و امیدوارم که بازم شادمهر رو توی این سبکا ببینیم. یعنی حالا هر چقدر هوش مصنوعی قوی باشه، به نظر من باز تهش اون حسی که صدای واقعی آدم ها داره، صدای واقعی خواننده داره، نمیتونه اونو 100% در حتی اگر مثلا تو پیشرفته ترین حالت ممکنش بخواییم حساب بکنیم، بازم یه تفاوت محسوسی باید داشته باشه به نظر من هوش مصنوعی، که فقط از اون خواننده اصلی برمیاد که اون رو مانور بده. دمتون گرم، مرسی که تا آخر نگاه کردیم، امیدوارم لذت برده باشیم. من خودم خیلی حال کردم. من مثلا فکر کنم 20 ثانیه اولش رو شنیده بودم و گفتم بذار کاملش رو بیایم اینجا بشنویم که ریاکشن داشته باشیم روش. و همین آهنگای شادمهر، آهنگای هر خواننده‌ای که دوست داشتیم به صورت قاب شیشه‌ای داشته باشین، میتونید از راوی سفارش بدین، چه برای خودتون یادگاری بگیرین، چه بخواید به کسی یادگاری بدین، هدیه بدین. میگین چی بگیرم طرف خوشحال شه؟ من که سلیقه‌شو نمیدونم. اوکی، سلیقه‌شو نمیدونی، سلیقه آهنگاشو که میدونی، این دیگه مشخصه دیگه، از استوریاش، از پستاش، روچه آهنگی دابستمش میشه، روچه آهنگی ویدیوهاشو تنظیم میکنه، ادیت میکنه، این دیگه خیلی ساده تره. و یه هدیه ای هم هستش که همیشه جدای چشم طرفه و میگه اینو مثلا فلانی بر من گرفته. خیلی چکریم. سابسکرایب، لایک، کامنت فراموش نشه. قربان شما مستر. چک.